باز در گوشه پارسه بام پدری لاله می روید و قمری به نوا می آید. لانه مانند زینو داستکان سفری ایدی نوروز همه خانه ما می آید. امکی جفتگرم جفت کند حاته خیش، بچگان گشته سوار چپر ماله او، ابری بارنده بی بار آب بقا بر سر کیشت، تا که افزون بشود حاصل امساله او. رودی کوهی به جهت موج زنان شیهکشان، گوی چون اسب سمنده است بتاب آمده است. سنگ غیلان شده از کوه دمی سیل دمان، چو سوار است که یک پا بریکاب آمده است. بوی سبزه بوی گل بوی زمین پدری سوی خود میکشد هر لحظه مرا از راه دور، جویم از کوچه ده هم سبقان را با امید، همچون نبزه که بجوید بطن آدم کور. آشیان ده ها و ما هر صبح پرواز شدیم، من به دیدار شما گشته خمار آمدم. باز چون سیلی کبوتر زی سفرهای دراز، پیشواز همه تا آن فصل بهار آمدم. باز در گوشه پارسه بام پدری لاله می روید و قمری به نوا می آید. لانه مانند زی نوداستکان سفری ایدی نوروز همه خانه ما می آید. سفر نوبتی ما به ناحیه کوشانیان ولایت ختلان صورت گرفت. در واقع همه جا تنتنه نوروزی، دشت و دمن، گلپوش و گلریز، مردم شاد و خرسند در تکاپوی پیشواز این جشن فرخنده و بین المللی بودند. برابر رسیدن مسئولین ناحیه کوشانیان، ما گروه ایجادی را به جماعت مهنت آباد بردند. در جماعت ذکر گردیده زنان و بانوان، جوانان و مردان دیه سرجم همگی پای استقبال نوروزی بودند. نوروز در قلب پیر و برنای وطن شادی را آورده و همه سرجم این جشن نیوگان را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل میکنند. گل دختران و جوان پسران همه از نوروز و بهار دلارا سخن میگویند و با هم شعر و ترانه میخوانند. نوروز به نو بهار کی میبینم، گل ها را به شش قطار کی میبینم، گل ها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. من بلبلم و بهار را دوست می دارم، سیبرگه و لالزار را دوست می دارم، سیبرگه و لالزار در باغ شما قسم می خورم شما را دوست می دارم. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، بدهخان وقتی کار آمد، بهاری لالزار آمد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردم پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز شد و عصر نو و سال نو آمد، در کشور تاجیک زینب اقبال نو آمد، پوشیده ببر تاج بسر دختر نوروز، با سال نو و فالی نو و اقبالی نو آمد. در فصل بهار و روزهای نوروزی کدبانوهای ماهیر با استفاده از گیاهای خودروی کشورمان هر گونه خوراکهای ملی آماده میکنند. به خصوص آماده کردن خوراک آش بریده میان زنان ما عنعنه شده است. در این بزمگاه نوروزی کودکان و نورسان با قلب لبریز محبت و شادمانی با هم خرسندی میکردند. باید همین را قید کنیم که همه بهری با شکوه تجلیل کردن نوروز بین المللی عنعنه و سنت های نوروزی را اجرا میکردند. از جمله در این بزمگاه خان هفت سین و هفت شین آراسته بودند. ما مردم تاجیک را با رسم و آیین های ملی و خوراک های با لذتمان مردم سیاره میشناسند و اعتراف میکنند. مادران ناحیه کوشانیان ابراز میدارند که در این جشن ما بیشتر کوشش میکنیم که خوراک های ملی را آماده کرده بدین وسیله ترغیب کنیم تا جوان دختران نیز از ما آن را آموزند و در آینده استفاده ببرند. چطور به همه ما معلوم است، زنان تاجیک یکچند نمودی سومنک را آماده میکنند، از جمله سومنک تابگی که خیلی طعم لذیذ دارد. کدبانوهای خوراکپز را زنان هنرمند دایره به دست همراهی میکردند و بزمی ایدانه میاراستند.
خیلی سمانک داریم، سمانک دیگی داریم، سمانک کلچگی. کلچگیش این خیلی تیار میشه و آبیش دیگه خیلی تیار میکنیم. در هر منطقه هر خیلی سمانک رو تیار میکنن. انا خود ما طرز تیار کردن کلچگی رو به شما نشون میدیم. این خمیر من آماده شد، بعد از آماده شدن دادن خیلی خوبه ها، خلاف ها، ما بایرو میپذیم رنگ کلچه. در اینجا باز کدبانهای هستند که مخصوص از این نمود سومانک و روغن مسکه تاجیکی چنگالی لذیذ آماده میکنند که خوردنش خیلی اشتها آور است. وای سومانک اول میپزیم تواد و میپزیم و بعد از اون این مسکه خونگی را میدوزیم و این همی خیلی کف میزنیم. من بعد چنگالی تیار میشه این مسکه خونگی چند نمود سومانک تیار میشه. اینه مثال این ایادم های قدیم پدر و مادرای ما همین چنگالی را خوراکی پیش میگفتند. بی بی ماه گدایوا با هنر دستانش علاقه میان مردم دیها و ناحیه کوشانیان موقع و مرتبه خاصه پیدا کرده است. این مادر روزگار دیده با یک ذوق بلند محصول محنتش را به اینجا آورده است تا به بزم نوروزی شریک گردد و دیگران را از هنرهای داشتهش واقف نماید. خیلی که شما دیده است هستید در همین فصل بهار ما انم خیلی با همراهی دختران زنهای دیه در یک جایگی نشسته با همین دختی هنرهای مردمی مشغول هستیم و در فصل بهار زیادتر با ما درخواست میکنن زیرا که انم فصل بهار خیلی که شما دیده است در تن دختران انم سر لباس چکن زیبنده است و بخصوص همین لباس ملی ما معرفگری انم ملت ما است. از این خصوص ما زیادتر همین کار و فعالیت مونه در فصل بهار زیرو می نماییم. خیلی در اینجا حاضر ما هست همون سراندازای چکن است که وقتی براوردن عروس را به جای انمو فتا و دیگر رو می توانند که سر لباس ملی خودمون را پوشیده سراندازی چکن بالای کرتاهای چکن را پوشانده به خانه داماد می برند. بی بی ماه گدایوا در طول فعالیت خود توانسته است که در این راه شاگردان زیادی را تربیت نماید تا هنرش ماندگار و جاودانه باشد. هستند دختران شاگردو هستند. هر سال ما قریب 30 نفر 35 نفر را در خانه خود انم خیلی کسب و موزی کردن نشون میدیم. زیادتر درخواست میشود با ما حاضر کرپچه های چکن و همون کرته های چکن می شود. ما درخواست قبول میکنیم با همین زن ها دخترکو می تیم می دوزن تیار میکنیم ما با فروش برده پولویشون رو ورده می سپوریم. بله حاضر زیادتر همون دخترکانی که به شوهر می برایند با اونها سر لباس چکن درخواست میکردن حاضر زیادتر کرپچه های چکن درخواست میکنن. همه مردم با یک دلگرمی با یک سرفرازی از همه رسم اوین های انامین نوروزی خجستپای پیشوز و کاری خود رو این جشن رو از رقص و بازی ها از پختن خوراکای ملی تشکیل نموده گذروندن که مقصد از همه این تشکیل نمودن این جشن ملی یعنی احیا نمودن زنون و جوانان در بر کرته های چکن و اطلس با بر نموده این چورابینی رو در سطح یک بلند گذروندن. در این بزم نوروزی کسی به دستاویز نامده است. هر یک اشتراکچی بزم فرهنگی و فراغتی با خود هنری را ورده است که از تماشایش قلب روح شاد میگردد. خالمه اسامدینوا هنری سبد بافی دارد و او از این هنرش افتخار میکند. همیشه در چنین چورابینی ها با محصول محنتش اشتراک میورزد. او ابراز میدارد در فصل بهار سبز اندر سبز و نوروز بین المللی هنرم اوج میگیرد.
من یک کسب پدر و مادرمونه ما همیار رو دوام دهنده شیم حاضر من خطی شهورم همیار رو بافته استادیم در نورامون در دختر و در بچه ها نشان داده استیم خیلی همی حاضر در خوجگی من یک نیم دکتر دادگیم برای همی سواد بافی از طرف دولت خوجگی امیدم از نیحال شنانده همی کار را دوام داده زندگی مایری همی برده استم سبت دادا چیو میگیرم انگور میچینم مثال چیز در همی زندگی در کاره نون برداری هسته کلچه برداری هسته کومیدار میچینم همه چی روزگار در کاره مادر هنرمند از کار سبد بافی به خوبی واقف است و با یک مهر و محبت هنرش را پیش میبرد و زندگیش نیز از حساب این هنرش است. چون از اسرار هنر آگاه است میخواهد دیگران را نیز هنرش را آموزاند و در آینده پیشه او را انتخاب کنند تا سبد بافی ماندگار و جاویدانه باشد. اینا 24 تا این طرف تا میگیری 24 تا پویان اول پویان شا میبوفی بعد ایشا چی میگینا فقط بیدوی سیاه بید در بید توتای باریک همی خیلی ها در کنن این را سه تا قیس جدا میکنی جدا کرده پیوست میکنی بعد میبوفی در حقیقت از کارش راحت بردیم و احساس کردیم که نسبت هنرش احترام خاصه دارد. باعث افتخار و سرفروزی است که نوروز جمهوری تاجیکستان همچون نوروز بین المللی همچون نوروز جهانی با تشبث خردمندانه و فرهنگی اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همساله جشن گرفته می شود و مردم سربلند نوحه کوشانیان نیز این جشن ملی را به صبرانه انتظار می شوند و در جشن گرفتن این جشن ملی تاجیکان از همه رسم و آیین های ملی از پختن سومنک آغاز کرده تمام اون انعنه های ملی که وابسته به جشن نوروز است در یک سطح بلند جشن می گیرند. داخلم تاجیکستان وطن نوروز است زیرا به هر یک گوشه نظر میکنه میبینیم که آنجا بزم نوروزی است و همه آراسته و پیراسته در این بزم شادی میکنند و خوشحالی در یک گوشه دیگر جوان پهلوانان میان هم خوازمایی میکردند و مهارت گوشتینگیریشان را میسنجیدند بازی های ورزشی میان نورسان و جوانان با یک شور و شوق ادامه داشت و هر یکی میخواست که به بزم نوروزی شهامت خاصه ببخشد هنرمندان بخشی فرهنگ نوحیه کوشانیان باشند با ترانه های زیبایشان که در وصف نوروز و بهار نیک پی بود تعب تماشابینان و شنونده ها را شاد گردانیدند که واقعا هم تسخیر کننده قلب ها بود. با
بهار آمد بهار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد زمینی نازنین از سبز و زبرگ نقشین شد کمانی هفت رنگ عکسی زمین در چتر سیمین شد زی موجی لاله احمر کناری دشت رنگین شد خیرام و لاله روی ما به سیری لاله زار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد طبیعت زنده شد از نو بهار آمد بهار آمد لاله ها در یاله ها الوان شدن خونچه ها در نوده ها مرجان شدن باغ ها بر سر گرفته چتری گل باغ ها بر سر گرفته چتری گل بلبلان سرمست و خوش الهام شدن بلبلان سرمست و خوش الهام شدن بسی هم گیرم و نوروزی کنیم بسی زبای دل افروزی کنیم بسی هم گیرم و نوروزی کنیم بسی زبای دل افروزی کنیم در چمن رقصی چکن دل میبرد جلوه گل پیرهن دل میبرد میرسد سبت و نوا چار سو حافظ شیری سخن دل میبرد میرسد سبت و نوا از چار سو حافظ شیری سخن دل میبرد بسی هم گیرم و نوروزی کنیم بسی زبای دل افروزی کنیم بسی هم گیرم و نوروزی کنیم بسی زبای دل افروزی بهار آمد بیا یاری عزیزم برا هیچ که تو گلها بیریزم ما تو
تون عشقی مرا زار و کوشای ما زیش کی تو همیشه در ستیزم مکن عشقی مرا زار و کوشای ما زیش کی تو همیشه در ستیزم بهار است بیا بهار است بیا غنیمتان همه عمری جوانی مرا دل خونه کن در زندگانی غنیمتان همه عمری جوانی بهار عشقی ما آمد و جولان بهار عشقی ما آمد و جولان بسوزی تو اگر قدرم ندانی بسوزی تو اگر قدرم ندانی بهار است بیا بهار است بیا بهار آمد بیا یاری عزیزم برای عشقی تو گلها میریزم بهار آمد بیا یاری عزیزم برای عشقی تو گلها میریزم مکن عشقی مرا زار و کوشای ما زیشکی تو همیشه در ستیزم مکن عشقی مرا زار و کوشای ما زیشکی تو همیشه در ستیزم بهار است بیا بهار است بیا ای بهار است بیا منم من با
سینه سوزا نگاه بر دری تو، با سینه سوزا نگاه بر دری تو، شب تا به سحر دیدی بیدار من نم، شب تا به سحر دیدی بیدار من نم. سینه‌ی سوزان نگاه بر دری تو، با سینه‌ی سوزان